در حال حاضر به نتایج این نشست خوشبین یا بدبین نیستیم اما اطمینان داریم که در مسیر درستی قدم گذاشته ایم و در صورتی که اراده جدیت و صداقت آمریکا به اثبات برسد می تواند نشانه خوبی برای آینده بهتر آینده برای صلح امنیت در منطقه و جهان و زندگی با آرامش مردم در این منطقه خواهد بود. قطعا این توافق در نهایت و اجرای کامل آن در هفته های آتی پیش رو خواهد بود. ما به هر حال توی این شرایط همانطور که بارها گفته شده هیچ مذاکره میان نمایندگان ایران و آمریکا شکل نخواهد گرفت. اما آماده رساندن این پیام به اعضای برجام هستیم که در صورت لغو تحریم‌ها و اجرای قطعنامه 2231 جمهوری اسلامی ایران هم به طور متقابل آماده است که بعد از راستی آزمایی انجام تعهدات طرف‌های دیگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام همه تعهدات خود بازگردد. به امروز هم با اطمینان می‌گوییم اگر در آینده بسیار نزدیک دولت آمریکا راهی به جز خاتمه دادن به رفتارهای قانون شکن ندارد. تحریم‌های یک جانبه و ناقض توافق و مقررات بین المللی هم به پایان خواهد رسید. نشست وین که امروز انجام خواهد شد، فرصتی برای تبادل نظرات همه طرف‌ها درباره نحوه و زمانبندی بازگشت به تعهدات در برجام است. موضع اصولی ما کاملا روشن است و توسط مذاکره کنندگان ما نیز تکرار خواهد شد. امروز معلوم میشه که آیا 4+1 میتواند موارد مورد نظر ایران رو تامین کنه یا خیر و آن وقت ما میتوانیم مسیر روشنتری رو در پیش رو داشته باشیم. همونجور که عرض کردم هیچ طرح گام به گامی هیچ وقت از سوی ما مطرح نشده و ایران هم طرح گام به گام رو نپذیرفته. آنچه که ما انجام خواهیم داد در چارچوب اعلامیه قبلی است، یعنی برداشتن همه تحریم‌های ایالات متحده و همه تحریم‌هایی که بعد از روی کار آمدن ترامپ بر ضد مردم ایران اعمال شده یا مجددا اعمال شده یا تیتر اونها عوض شده. از شبکه رادیو